سخن از اثر و اثرگذاری است. خانم سمیه بهروزیان یکی از خانم‌های جوان و فعال افغان در ولایت هرات است که با استفاده از قابلیتش در رسامی کتب تصویر را روی برنامه‌های مختلف آگاهی عامه به نشر رسانیده است که در آن زمره کتاب تحت عنوان بیایید با هم بازی کنیم برای کودکان شامل است که از جانب بنیاد کودکان جنگ هالند تمویل شد. تصفیل ای کارا را و کارهای هنری خانم را از خودش میپرسیم. کمیل از طریق اسکایپ با ما هستن. خانم بهروزیان سلام و خسته نباشین. این نقاشی شما چگونه انتخاب شد؟ سلام، زنده باشین، تشکر. شما هم خسته نباشین. ما دوباره سپرسان میکنم، تشکر از حضورتان. نقاشی شما روی چی موضوعی انتخاب شده و موضوعش چی است؟ زنده باشین، تشکر. این نقاشی در واقع به عنوان یک نمونه کاری از آثار هنری من انتخاب شده و قرار است که در تایلند پروگرامی برگزار بشه که از کل دنیا از 82 کشور آرتیست ها شرکت کردن و هر کسی همه هنری که داره اونجا به نمایش میگذاره و باعث افتخار برای من که از افغانستان من انتخاب شدم. افتخار همه افغان ها هستین. بله، میشه بگوین خانم بهروزیان که سبک رسامی شما چه سبکی را داره ابلاغ میکنه؟ زنده باشین، تشکر. من بیشتر روی سبک ابسترکت کار میکنم، ابسترکت آرت یا هنرهای انتزاعی، و نقاشی که شما به عنوان نمونه میبینید یک اثر هنری است، بیشتر روی موضوعات اجتماعی است. و کلا هدف من از نقاشیم پیام رساندن پیام‌های اجتماعی و انکشاف صلح هست در جامعه خود ما. معمیل عزت، یکی از نقاشی‌های شما را من هم روی پرده می‌بینم و او هم خانم را و یا زن را در حالت چیخ کشیدن می‌بینم. شما با این تصویرتان چی را دارین رساندین به بیننده؟ نقاشی که شما مشاهده می‌کنین یک اثر میشه گفته که در بیدنی کشیده شده که مخالفت خودخور از میشه گفت از وایولنس یا از خشونت علیه زنان نشان بودم، مخالفت خودخور، و با یک کار سعی کردم که تا حدودی مردم را متوجه عمل بد در جامعه بکنم. و نقاشی که شما مشاهده میکنید یک نقاشی کامل نیست، یک کلاژ هست که تصویرهایی از زنایی که بله. زنای افغان که مورد خشونت قرار گرفتن در جامعه افغانی توسط مردها یا خانواده های خود خود نشون میده. و اون زن که در تصویر مشاهده میکنید یک تصویر میشه گفت از یک زن روشن فکر یا آزادی خواهی دوست افغان. شما با حضورتان در این فستیوال و یا در این کنفرانسی که حضور دارین، شما چی توقع دارین؟ چی دستاوردی خواهید داشت در اخیر؟ من ایسی یک دختر افغان. اولین و بزرگترین دستاوردی که میخواد داشتمی است که افغانستان رو به عنوان یک کشوری که خواهان برقراری صلح و گسترش او در اجتماع در دنیا هست معرفی میکنم. برای خودم شخصا یک تجربه خیلی بزرگ است که به عنوان یک دختر افغان در یک نمایشگاه بین‌المللی هنری شرکت میکنم و از این طریق میتونم کشور خودخور و هنری که کشور ما داره به دنیا معرفی کنم. شما با وجود از اینکه وقت کوتاه است خانم بهروزیان، شما میتونین وبسایتتون رو معرفی بکنین بر دوستا که بعد از این بتونن کارهای شما را در وبسایتتون هم دنبال بکنین. تشکر از حضورتون در برنامه. بله، زنده باشین. دوستان میتونن کارهای بیشتری از من در وبسایت من ببینن. من همچنین به عنوان نویسنده هم فعالیت میکنم برای کودکان. www.sbaart.com. تشکر، تشکر یک بار دیگه. موفق باشین. زنده باشین. خوشحال شدم از شرکت در برنامه شما. موفق باشین. زنده باشین.